با سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون سما، باز هم در خدمتتون هستیم با برنامه زندگی متعادل مسیحی همراه با کیشی شهریار عزیز و همسرشون مینای عزیز. خوشحالم که اینجا هستیم. همچنین بینندگان عزیز، این هفته هم بحث زندگی متعادل مسیحی رو با هم ادامه میدیم با موضوع طلاق و مرگ، و میخوایم که برادر شهریار عزیز اینجا ما رو هدایت کنن و در مورد این دو موضوع و اتفاقهایی که باید در سل گروپ ها کلیسای خانگی انجام بشه در مورد اون صحبت کنیم. بله، چشم. منم سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز که بیننده برنامه ما هستید و وفادارانه در از چند سری گذشته مشغول تماشای این برنامه و گوش دادن به اون هستید. بله، بعد فرشید همونطور که گفتین امروز میخوایم راجع به طلاق صحبت بکنیم. فکر کنم تمام برنامه رو میتونیم در این مورد صحبت بکنیم، بیشتر راجع به دیدگاه کلام خدا اجازه اون که مینا جان در موردش صحبت خواهند کرد. کلن عزیزان ما باید بدونن که دیدگاه مسیح نسبت به طلاق یک دیدگاه شاید بتونیم بگیم خیلی متفاوت از اون چیزی که ما در جامعه خودمون داریم. طلاق به حدی رنگ باخته و خیلی عادی شده که دیگه تو هر خانواده ما نگاه بکنیم یکی دو تاشو ممکنه پیدا کنیم. بله. بعضی وقتا سر مسائل به قدری بی اهمیت و کوچیک طلاق میگیرن و زندگی رو از نو میخوان شروع بکنن و میگن خب تا حالا با این بودم، حالا میخوام با یکی دیگه باشم. و من یادم میاد مثلا افرادی حتی ارتقاء درجه پیدا میکردن طلاق میگرفتن یه زن دیگه میگرفتن و بعد سلام علیک میکردی باهاشون، وقتی تبریک میگفتی مثلا درجه شو یا پست جدیدی که داره، میگه آره راستی با زن جدیدم هم آشنا شدی، بیا اونم بهت معرفی بکنم. به نوعی میبینیم انگار طلاق اون قباحتش رو از دست داده و مردم خیلی عادی تن به این کار میدن. و حتی من دیدم، شاهد بودم که پدر و مادری اصلا رفتن تو خونه دخترشون، دست دخترشون رو گرفتن که از پیش شوهرش برداشتن بردن، و این شوهر که 3 سال 4 سال بود زندگی میکردن و این شوهر تا با اشک و گریه دنبال ماشین پدر زنش میرفت و تا کیلومترها ساعتها رانندگی میکرد پشت سر، و خودش برای ما تعریف کرد که اومدن زن منو بردن. چرا؟ چون خواستگار بهتر از تو داره. ولی ایشون هم مونده بود برای زن شوهرداری که 4 سال ازدواج کرده، مگه خواستگار میاد باز؟ پدر اینجوری تصمیم گرفته که خب میخوام دامادم رو عوض کنم چون از اون یه داماد بهتر ظاهرا گیرم اومده. از این چیزا هست و ما با این کوله بار میایم تو کلیسا، به مسیح ایمان میاریم و این فرهنگ رو گاهی وقتا فکر میکنیم هنوزم هست. مشکل بزرگی که ما داریم و عزیزان ما دارن در کلیساهای خانگی در ایران اینه که فرهنگ مسیحی ما نداریم. ما فقط ایمان مسیحی داریم. به عنوان مسیحی فارسی زبان ما خیلی وقتا نمیدونیم آیین‌ها و نمیدونیم رفتارهای مسیحی به چه شکل. البته فرهنگ ما رو فکر می‌کنم به مرور زمان عوض کردن و روش تأثیر گذاشته به خاطر فرهنگ عوض میشه. فرهنگ‌های دیگه ای که اومده ما موقعی که اعراب حمله کردن به ایران، فرهنگمون از اون پرشیا بیرون اومد، از اون امپراتوری که بود و مسیحیتی که در ایران بود، که ما در جلسه اول اگه یادتون باشه در مورد کلیسا در ایران و تاریخش یه مقداری صحبت کردیم. بله بله. و این کلن عوض شده به مرور زمان، این درسته. مشکلات زیادی هست که به دلایل مختلف طلاق میگیرن افراد. ما شاید همه اونها رو نتونیم در این جلسات بحث کنیم چون هر کدوم تفاوتهای خودشونو دارن. بله. و سوال اینجاست که اصلا تا چه اجازه طلاق در مسیحیت هست یا نه؟ همین، من فکر میکنم اول ما اینو باید روشن بکنیم برای عزیزان ما، چون گاهی وقتا فکر میکنیم یه راه حله. من باید بگم به تمام عزیزان توی خونه که طلاق تو راه حلای ما نیست. طلاق یه استثناست که خارج از اون لیست راه حلهای ماست و اگه تمام راه حلها رو رفتیم و به نتیجه نرسیدیم اجباراً مجبوریم این جام زهر رو سر بکشیم و بالاخره تن به این کار بدیم. حالا دلایلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خواهش میکنم دوستان عزیز شما با بنده باز بکنید. عیسی مسیح تعلیمی که میده در انجیل متی باب 5 نوشته شده، از آیه 31 میخوام براتون بخونم. متی 5:31-32 اینطور میگه: و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه ای بدو بدهد، لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا
زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. وقتی عیسی مسیح این حرف رو زد خیلی از شاگردان تعجب کردن و خیلی از افرادی که دنبالش می اومدن دیگه موندن سر جاشون. یعنی چی؟ ازدواج میکنیم تا آخرش باید وایسیم؟ خب اگه اون میون ما خواستیم یه زندگی بگیریم چی؟ یا خواستیم عوضش کنیم؟ در فرهنگ این دوره که میخونیم در آیات بعدی به هر علتی زن رو طلاق میدادن. یعنی به... اجازه داره مرد به هر علتی که شده بله. به زن بگه که خسته شدم بفرمایید بریم. بله میتونه. این فرهنگ اون موقع زمانی بوده این که... فرهنگ اون موقع بوده که خواهیم خوند و یه روز غذا رو خوب نپخته مثلا، یا یه روز نمیدونم، یا طرف مریض شده یا سنش رفته آیا بالا. آیا این فرهنگی صحبت میکنی فرهنگ مسیحیته؟ به هیچ عنوان. اوکی. چون نه که سوء تفاهم نشه فکر نکنن افرادی نه. که تو خونه برنامه نگاه میکنن که از این فرهنگ مسیحیته. فرهنگ یهود بوده. فرهنگ مذهب. مذهب اون موقع و جامعه ای که عیسی مسیح توش زندگی میکرد. و مثل این فرهنگ متاسفانه در امروز ما در قرن 21 در خیلی از جاها هنوز هست. چند همسری هنوز هست، طلاق هنوز هست و خیلی متداوله و خیلی چیزایی که از 2000 سال پیش عیسی مسیح اونها رو منع کرده برای بهبود خانواده متاسفانه هنوز انجامش میدیم. ولی ما و دوستان ما که این برنامه رو نگاه میکنن باید خوب متوجه بشن طلاق یک چیز عادی روزمره پذیرفته شده از طرف خدا نیست که میخونیم در آیات بعدی. اینجا دیدیم که میگه اگر تو زنت رو طلاق بدی اون باعث زنای اون میشه و اگه خودت زن مطلقه رو باش ازدواج بکنی داری زنا میکنی. این بر میگرده به همون کتاب پیدایش و همون آیه معروف که میگه از این سبب مرد پدر و مادر خیش را ترک کرده با زوجه خود خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. اگر کسی بره با دیگری ازدواج بکنه یا با دیگری رابطه جنسی داشته باشه با کس دیگری یکی شده و اون پیمانی که از ابتدا خدا بسته اون رو شکسته. یعنی در نتیجه کلام خدا یا عیسی مسیح میگه که تنها دلیلی که شما میتونید طلاق بدی یک نفر رو زناست. یه دلیل دیگه هم بله میتونیم بگیم تنها دلیل اینه و اجازه دیگه هم جای داده شده که بعدن مینا جان اون رو خواهند خون. من یه قسمت دیگه هم از کلام خدا برای شما بخونم که عزیزان بهتر متوجه بشن. در انجیل متا هست باب 19 هم در همین انجیل اگه چند صفحه بزنن دوستان میان از عیسی مسیح سوال میکنن در ادامه تعلیمی که داده. از آیه 3 میخوام براتون بخونم. انجیل متا باب 19 آیه 3 اینطور میگه: پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟ اینجا فرهنگ اون زمانه که میگه به هر علتی، چون همشون به هر علتی طلاق میدادن خیلی راحت. او در جواب ایشان گفت ایشان مسیح میگه به خاطر سنگدلی شما بود که اون موقع این اجازه رو ازش سوال میکنن که چرا پس موسی این اجازه رو به ما داد؟ میگه به سبب سنگدلیتون، چون میدونست شما این کار خواهید کرد. میگه چرا موسی گفت پس یه طلاقنامه بدیم و رها کنیم؟ میگه به سبب سنگدلی شما، چون میدونه خدا میدونه شما زناتون رو طلاق میدین و زناتون همینجور آواره میمونن. به خاطر همین گفته یه نامه بنویسین، یه کاغذ بنویسین که بابا ایشون زن من بوده و من اینو در این تاریخ طلاق دادم که اون بنده خدای بیچاره بتونه مجدداً ازدواج بکنه. فکر کنم نگر می‌داشتن و هیچ محلش هم می‌ذاشتن زن دیگه هم روش می‌گرفتن، یا این کارو می‌کردن یا اصلا همینجوری رها می‌کردن و زنی که دیگه دختری یا زنی که دیگه باکره نبود باهاش دیگه ازدواج نمی‌کردن و می‌گفتن تو رابطه جنسی داشتی. ایشون نمی‌تونه ثابت بکنه که بابا من شوهر داشتم. برای همین میگه چون سنگدلی، چون من می‌دونم شما زناتون رو همینجوری رها خواهید کرد، خیلی خوب این اجازه داده میشه ولی یه طلاقنامه باید بهش بدیم که اون بتونه مجدداً ازدواج بکنه و بتونه مجدداً خانواده تشکیل بده. در عهد جدید مسیح یه چیز دیگه میگه، میگه فقط این اجازه رو دیگه نداری خیلی راحت اون رو طلاق بدیم. به هیچ عنوان نه، ما نمیتونیم مثل آب خوردن به قول معروف طلاق بدیم که خیلی جاها دیده میشه. اگه اجازه بدیم من اینو ادامه بدم. از آیه 4 به بعد اینطور میگه، همون باب 19 انجیل متا: او در جواب ایشان گفت مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید
و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. به وی گفتند پس از بهر چه موسی همونی که شما فرمودین؟ موسی هم فرمود که زن را طلاق نامه دهند و جدا کنند. ایشان را گفت موسی به سبب سنگدلی شما را اجازت داد که زن خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبوده. و به شما میگویم هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است، و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. پس میبینیم دید عیسی مسیح و تعلیم عیسی مسیح تماماً هی برمیگرده به آفرینش، برمیگرده به اون ابتدا. یه خدا این دو نفر رو آفرید، خدا از ابتدا مرد و زن رو آفرید، نه برای اینکه 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال با هم دیگه زندگی بکنن، بلکه آفرید تا همیشه با هم باشن، تا مرگ اونها رو از یکدیگر جدا سازد. فقط در صورتی که این پیمان، این یکی شدن شکسته میشه و شخص میره با کس دیگری یکی میشه یا با کسان دیگری یکی میشه، اون پیوند اولیه اتوماتیک از بین رفته. دیگه نه مصاحبتی هست، نه اون عشق و علاقه‌ای هست، نه اون نگاه عاشقانه اولیه هست. از دید خدا این از بین رفته. خداوند میگه از آسمان من میبینم جدا شده، شما مگه میخواین جدا بشین؟ اینجا اجازه هست. یه سوال دیگه است، آیا این فقط برای زن ست میکنه؟ میتونه خانم مینا اینجا بود یا برای مرد هم؟ ببین اینجا میگه که اگر زن زنا کرد میتونی طلاقش بدی، ولی اگه زنی مردش زنا کنه چی؟ با کس دیگه من فکر کنم یک چیز باید باشه، به علت زنا زن هم اجازه داره جدا بشه، درخواست طلاق بکنه. مثلا فرهنگ مسیحیت در واقع میگه چه زن چه مرد وقتی زنا کردن، این قرارداد یا این چی میگن، این ازدواج مقدس شکسته شده. شکسته. اجازه دارن ولی مجبور نیستن. درست. یعنی میتونیم با فیض مسیح طرف میتونه ببخشه، میتونه بپذیره، میتونه یه فرصت تازه، یه شانس تازه به زوجش بده، به همسرش بده، ولی بستگی داره. حالا میتونیم بعداً تو قسمت دلایل مورد قبول کلام خدا بر طلاق بیشتر بحث کنیم، صحبت بکنیم، ولی پس عیسی مسیح ببخشید. پس عیسی مسیح تعلیم میده آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. یه از ابتدا اینطوری نبوده. حکم خداوند ما اینه که از همدیگه جدا نشیم. شرایط ممکنه تغییر بکنه، ممکنه طرف معتاد بشه، ممکنه جان کسی در خطره، ممکنه و چیز مسائل دیگه هست، اونا استثناست. من میخوام این مسئله در ذهن همه ما عزیزان جا بیفته که طلاق یه راه حل نیست، یک مورد استثنائیه که واقعا بعد از پیمودن تمام روش ها، بعد از وقت صرف کردن زیاد، دعا، مشورت، اگر واقعا هیچ راهی برای ادامه سالم این خانواده نبود و جان افراد دیگه، جون بچه ها، جان شخصی، جان همسر یا شوهر در خطر بود، بالاخره کلیسا میتونه این اجازه رو بده و این افراد از هم دیگه جدا بشن که عواقبی هم داره که بعداً بهش خواهیم رسید. شما فکر کردین که به غیر از اینجا که در مورد زنا گفته میتونه جدا شه، جای دیگه هم چیزی نوشته شده؟ یک مورد دیگه هم هست. چه دلیلی هست؟ اینو خواهر مینا خواهند گفت بعداً. پس مینا جان، برای اینکه من قسمت خودم رو تموم بکنم، لطفاً شما از ملاکی همون چند تا آیه رو برای عزیزان ما بخونید. در عهد عتیق هم این مسئله بوده که خدا میگه من از طلاق بدم میاد، من از طلاق متنفرم، و اینجا قشنگ توضیح میده چرا. ملاکی باب 2 از آیه 14 تا 16، مینا جان لطفاً بخونید شما. اما شما میگویید سبب این چیست؟ سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده ای، با آنکه او یار تو و زوجه هم عهد تو می بود. و آیا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می داشت؟ و از چه سبب یک را فقط آفرید؟ از این جهت که ذریت الهی را طلب می کرد. پس از روحهای خود با حذر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد، زیرا یهوه خدای اسرائیل می گوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول یهوه سبایوت
قول یهوه سبایوت این است: پس از روح‌های خود با حذر بوده، زنهار خیانت نورزید. بله، اینجا می‌بینیم در عهد عتیق هم خداوند خیلی واضح میگه من از این کار متنفرم. نمیگه غیر ممکنه، میگه من ازش بدم میاد. این چیزی نیست که من در فکر و نظرم بود وقتی که آدم و حوا را آفریدم. من این دوتا را آفریدم و این پیمان رو گذاشتم، خانواده رو مستحکم کردم و تقدیس کردم که اینها عالی با محبت، با عشق، با صمیمیت، با وفاداری و تعهد با همدیگه زندگی بکنن. این اون چیزی که من میخوام. ولی انسان گناه کرد، انسان سقوط کرد، از اون میوه که خورد بعد از باغ رانده شد و تمام این چیزهایی که ما میبینیم پیامد سقوط انسانه. ما در باغ عدن طلاق نداریم ولی میبینیم این اتفاق افتاده. ولی خیلی جالب بود اون آیه که خوندن، میگه من از طلاق متنفرم و از کسی که به لباس ظلم ملبس باشه. اون آیه رو ممکن مجددا بخونید؟ زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. مرسی. طلاق دادن و ظلم میبینه. میگه من نفرت دارم از طلاق و نفرت دارم از کسی که ظلم رو مثل لباس، خیلی راحت که شما از در خونه میری بیرون لباس رو میپوشی، ظلم رو به همین راحتی میپوشه و میره بیرون. یه طلاق ظلمه در حق زنت. با حذر باشید، به زن جوانی خودت خیانت نکنی. این دیدگاه کتاب مقدسه که عزیزان ما بهتر اینو خیلی خوب بدونن. عیسی مسیح میگه آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند، چون پیمان در نزد خداست، اون تناب سلاس مرد، زن و خدا، عیسی مسیح. و میبینیم در عهد عتیق خدا خیلی واضح میگه از طلاق متنفر. مینا جان بقیه رو من به شما میسپارم. خواهش میکنم. البته من فقط یه چیز اضافه کنم، اینجا زوجه جوانی اومده، ولی زوج جوانی هم الان بیشتر در اروپا میبینیم که آقایون خیلی بیشتر مایل هستن این پیوند رو نگه دارن، تا به آخر میجنگن و واقعا میبینم که بیشتر خانوما هستن که میخوان طلاق بگیرن و شاید ایران برعکسه. ایران برعکسه، از باز از یه افراد توی تفکیتن. آره شاید تو کشور ما برعکس باشه، خانم ها بخوان بیشتر این خانواده پایدار بمونه، برقرار بمونه. پس برای هر دو طرف هست، داریم کسانی که زوجه جوانی خود رو ترک میکنن، داریم عزیزانی که زوج جوانی خود رو ترک میکنن و ظلم رو به لباس خود میپوشانن. در مورد دلایل مورد قبول کلام خدا برای طلاق، همون متا باب 19 آیه 9 رو یه بار دیگه براتون میخونم. شهریار جان از قسمت‌های قبلش خوندم، فقط آیه آخر رو میخونم چون این یکی از دلایل محکمی هست که میشه گفت: و به شما میگویم هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است، و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. اولین اجازه برای طلاق، نه اجباره، مجبور نیست، صحبت کردیم. اولین اجازه ای که کلام خدا میده میگه خیلی خوب، حالا اگه اینه زنا هست، چون همونطور که شهریار جان توضیح دادن در مورد یک تن بودن، این برای خدا مهمه. وقتی یکی این تن، یک تن بودن رو میشکنه، از بین میبره، طرف مقابل آزاده. یا کلام خدا میگه که تا اینکه مرگ شما رو از هم جدا بکنه، اون موقع این دو نفر از هم جدا میشن، این یک تن بودن از بین میره. و بعد اگر موقعیتی باشه، اون مرد یا اون زن که همسرش رو از دست داده میتونه دوباره ازدواج بکنه و این گناه نیست، چون دیگه یک تن بودن توسط مرگ از بین رفته. ولی در مورد طلاق، زنا وقتی انجام میشه اجازه هست طرف که ضربه خورده و طرفی که مورد ظلم واقع شده اجازه داره که طلاق بگیره، ولی اجازه داره که درخواست طلاق بکنه، درخواست طلاق حق و در واقع داره، ولی اجبار نیست. ولی اجبار نیست که وارد ظلم قرار گرفته، مورد ظلم قرار گرفته. منظورتون یعنی میخواد ادامه بده به زندگیش، یعنی بر حق اون زنا شده. Okay. کسی که این وسط تقصیری نداشته، طرف مقابلش زنا okay. کرده، حالا میتونه زن باشه یا مرد باشه. بله. ولی مهم اینه که اینجا اجازه داده شده، اجباری نیست. گاهی وقتا واقعا نه اینکه بگیم این کار رواست یا میشه کرد، ولی موقعیتی پیش میاد که یک نفر تو زنا میفته، ولی به قول شهریار جان یک باره، یک موقعیتی پیش اومد این کار شد. خدا میخواد تا جایی که میشه، تا جایی که امکان داره، این پیوند رو محکم نگه داره و بستگی به اون شخص داره که تا چه حدی حاضر این شانس و این
فرصت رو به همسرش بده، او رو ببخشه با بخشش مسیحایی، با محبت مسیحایی، و میبایستی جنگید برای نگه داشتن زندگی خانوادگی، میبایستی تمام سعی رو کرد. اون موقع واقعا اگر دیدیم که نه، طرف ادامه میده، اصلا توبه هم نکرده، اصلا پشیمانم نیست از این کار و خیلی هم با گستاخی این کار رو ادامه میده، بله، طرف مقابل اصلا دیگه نمیتونه، اصلا این یکتن بودن از بین رفته و اصلا دیگه فکر جای بخشش میتونه قلبا ببخشه طرف مقابلشو ولی آزاد بشه. در واقع باز دوباره اینجا اشاره میکنه به زنا و اشاره میکنه که این تنها دلیلیه که میشه طلاق گرفت. دلایل دیگه هم هست ولی تنها موردیه که ما اجازه طلاق رو داریم. چیزی که مینا جان گفته شاید به یه بیان دیگه من توضیح بدم این نیست که زنا کردی طلاق تموم شد، من دیگه نیستم. مثلا منتظر بهانه است جدا بشه، میگه خب حالا که زنا کردی تموم. خدا به ما با فیض نزدیک شده و ما با فیض مسیح به وسیله ایمان نجات پیدا کردیم و واقعا این فیض رو در رفتارمون، در زندگیمون باید انجام بدیم. تمام سعیمون رو بکنیم. اگه به کسی خیانت شده، به عزیزی که برنامه ما رو میبینه خیانت شده، این اجازه رو، این فرصت مجدد رو میشه داد. با فیض رفتار بکنیم. اگر واقعا قابل تحمل این مسئله براتون، یک فرصت دیگه به همسرتون بدین. در دعا باشید، او رو ببخشید. کلام خدا از ما میخواد که همدیگر رو ببخشیم. ولی اگه باز ادامه داد و واقعا اگه شما قادر به تحمل این مسئله نیستید، اجازه دارید که تقاضای طلاق بکنید. ولی این حکم و دستور نیست، فقط یک اجازه است. یه وسیله نباشه، برای یه بهانه نباشه. طرف هم مثل که زیاد دوست داره بره دنبال یه کار دیگه، میگه خب حالا که این زنا کردم منم اجازه دارم. من چند تا جواب کوتاه میخوام اینجا در مورد سوال، چون وقتمون هم داره میسره، فکر کنم من پس طلاقم دو سه جلسه بشه. سوالات اینه که کسی هست، خانومی هست، ایمان آورده، شوهرشون ایمان نداره و ایشون رو کتک میزنه، آیا ایشون میتونه درخواست طلاق بکنه؟ این تو قسمتی بود که مینا جان میگن یک حالا کیس های مختلف رو میگم، شاید میخوام خیلی سریع جواب بدیم، بله یا نه، اینطوری بهتر نیست. بله یا نه، اگه جان کسی در خطره بله میتونه. چون واقعا خدا نمیخواد که فقط به خاطر یکی بودن یک نفر هر روز کتک بخوره یا هر روز مورد تهاجم قرار بگیره، حتی هر جور زور و اجباری. شاید هر دفعه ایشون بخواد، یه مرد بخواد به زور با زنش همبستر بشه یا با کتک این کار انجام بده. چرا؟ چون من لذت میبرم مثلا تو درد بکشیم. شاید مازوخیسته یا سادیسم داره این شخص. واقعا این زندگی نیست، خدا نمیخواد. دید خدا واقعا آسایش، آرامش و راحتی ماست. اگه ایشون دائم داره کتک میخوره، من فکر کنم وقت بگذاره، دعا بکنه، مشورت بکنه، ولی میبینه نه، این عوض نمیشه، جانش رو نجات بده. من یه شهادتی شنیدم، البته اینو میگم به خاطر اینکه هیچ چیزی مطلق نیست و ما تعادل در زندگی مسیح باید داشته باشیم. یک برادر ایمان آورده بود، میگفت وقتی من کتک میزدم همسرم و جواب من بی ایمان بوده اون موقع، البته وقتی که میدیدم هم کتکش میزدم به خاطر ایمانش و برخورد اون رو دیدم، اون زندگی منو به هم ریخت، یعنی اون شلاقا روی من به همه برگشت. و برای همین امروز اعتراف میکنم که در گناه بودم و آزاد شده بود. حتی روش برخورد ما نسبت به این میتونه جلوی طلاق بگیره و زندگی رو عوض کنه. رفتار مسیحای ما میتونه زندگیمون رو حفظ کنه، ولی نباید بذاریم از ما سوء استفاده بشه، همونجوری که شما گفتین. و بعد فرصت گذاشت، دعا کرد، مشورت کرد، کشیش بره با اون مرد صحبت بکنه، در روزه و دعا که خانواده رو حفظ کرد. ولی اگه عوض نشد بعد از سالها، واقعا یه سوال دیگه هست، این که پدر و مادر همش تو خونه درگیر هستن و دعوا میکنن، مادر تصمیم میگیره که طلاق بگیره به خاطر اینکه بچه ها دارن نابود میشن اینجا، آیا این اجازه رو داره یا نه؟ به خاطر دعوا، فقط دعوای فیزیکی یا فقط لفظی؟ لفظی، فیزیکی، لفظی بیشتر. حالا فیزیکی، خب اینجا مادر کلن جو خونه اینطوریه که دعواست همش، هر دو طرف ایمان دارن، مادر ایمان داره، شوهر ایمان داره. که این سوال نمیدونم جواب بستگی به این داره. اگر حالا اگه کیس بکنی دوتایی ایماندار باشن، دوتا ایماندار، چون ما داریم در مورد کلیسا و سل گروپ صحبت کنیم، اینا تو کلیسان. زن نگران فرزندانشه، بله. این وسط من فکر کنم زن با دعا و روزه و اینا باید کوتاه بیاد که دعوانش
اگر زن روحانی در اینجا از لحاظ روحانی، یعنی مرد نباید کوتاه بیاد که دعوا نشه. اون مرد میگه که زن میخواد طلاق بگیره به خاطر بچه‌ها. شما اینو گفتید. بله. من دارم از این جهت میگم. اوکی. من به این خواهر عزیز پیشنهاد میکنم اگر شوهرش کوتاه نمیاد، شما مشکل خانم رو گفتین، من دارم به عنوان مشکل خانم میگم، این خواهر عزیز به عنوان یک زن ایماندار کوتاه بیاد، دعا کنه، نمونه باشه، محبت بیشتر بکنه. همونطور که شما فرمودین، اون مثال رو زدین، بارها دیدیم محبت معجزه میکنه و اصلا طرف شرمنده میشه. کلام خدا میگه اخگر داغ میذاریم با محبت رو سر طرف مقابل. برای همین قصد ما این نیست اخگر داغ بذاریم، ولی ناخودآگاه وقتی کسی که بدی میکنه ما محبت میکنیم، اون احساس میکنه که اخگر داغ روش اومده و شرمنده میشه. منظور اینه. این خواهر عزیز اولین قدمی که باید برداره این هاست، اگر واقعا به جای باری کشید باید قصد طلاق داشته باشه، چون یک ایمان داره باید تمام سعیشو بکنه از لحاظ روحانی، به فکر فرزندانش از لحاظ روحانی، با دعا، با رفتار مسیحایی اقلا بحث رو خاتمه بده که به جای باریک نکشه، بچه‌هاش زجر نکشن. برای زجر بچه‌هاش خودش باید کوتاه بیاد. خیلی ممنون. من فکر کنم وقتمون در اینجا تموم شده، این بحث رو باید ادامه بدیم حتما. خوشحالیم که باز البته طلاق موضوع جالبی نیست، ولی خب بهتره که مسائل رو باز کنیم که بینندگان عزیز ما همینطور دستر گروپ ها و کلیساهای خانگی بتونن کمک کنن به افرادی که در وضعیت های مختلف هستن در کلیساشون دستر گروپ بشون. فیض خداوند با شما باشه. به این بحث داغ ادامه خواهیم داد، منتظر سوالات شما هستیم. خیلی ممنون کشیش شهریار عزیز و خواهر مینا عزیز. شنوندگان عزیز، امیدواریم که از برنامه زندگی متعادل مسیحی لذت برده باشید. منتظر پیغام‌های شما، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. با ما از طریق واتساپ و ایمیل تماس بگیرید. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com توی همه چیزم، تمام هستیم، تپش قلبم، سرود آفریننده‌ام، ای رهاننده‌ام، تویی همه چیزم، تویی همه چیزم، تمام هستیم، قوت من در توست ای خداوند، تویی همه پدر آسمانی، منجی جاودانی، تمام هستیم، پدر آسمانی، منجی جاودانی، تمام هستیم، تویی همه
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در ارتباط باشید.